وحشت رژیم از برملا شدن پنهانکاری کرونا و خشم مردم خبرگزاری متعلق به رادیو تلویزیون رژیم یگان توییتری آلبانی نشین سعی دارد با انتشار اخبار فضای جامعه را ملتهب کند خبرگزاری وابسته به رادیو تلویزیون رژیم 16 اسفند 98 حمله کرونایی یگانهای توییتری آلبانی نشین از لندن تا لیبرتی انتشار اولین خبر درباره کرونا در ایران مربوط به دو شب پیش از برگزاری انتخابات مجلس بود. همین خبر دستمایه رسانه های غربی شد تا بتوانند انتخابات را از اولویت جامعه خارج کنند. اما انتخابات برگزار شد و این ویروس رفته رفته چهره واقعی خودش را نشان داد. نحوه پوشش رسانه ها از حالت امنیتی خارج شده و کرونا با روی کرد اجتماعی در دستور کار رسانه ها قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد با وجود وقایعی چون اتفاق آبان 98 کشته شدن قاسم سلیمانی، حمله موشکی به پایگاه عین و هواپیمای اوکراینی، حجم خبرهای غیر واقعی درباره کرونا به نسبت این وقایع افزایش فوق‌العاده‌ای داشته است. رسانه های غربی با کمک یگان توییتری آلبانی نشین سعی دارند با انتشار اخبار غیرواقعی فضای جامعه را ملتهب کنند تا بار دیگر این ویروس کارکرد امنیتی پیدا کند. یک سایت اطلاعات آخوندی نیز نوشت مجاهدین با راهندازی هشتک هایی در فضای مجازی سعی در انحراف افکار عمومی دارند.